همراه با ابراهیم بیک نوشته هوشنگ گلشیری چاپ اول پیک جوانان 1353 از کتاب باغ در باغ مجموعه مقالات هوشنگ گلشیری انتشارات نیلوفر چاپ 1378 حاج زین العابدین به سال 1255 هجری قمری در مراغه به دنیا آمد اجداد او تاجر بودند او نیز پس از فرا گرفتن مقدمات علوم در مکتب خانه در شش سالگی به تجارت پرداخت در بیست سالگی به اردبیل رفت و با ولخرجی های زیاد ثروت پدری را برباد داد و مانند بسیاری از ایرانیان آن زمان برای پیدا کردن کار به قفقاز مهاجرت کرد و دوباره ثروتی به هم زد اما پس از چندی بر اثر کمک هایی که به ایرانیان مقیم آنجا می کرد بار دیگر ثروتش را از دست داد و ناچار با دست توهی به کریمه و از آنجا به یالتا رفت و در یالتا به تابعیت دولت روسیه تزاری درآمد. حاج زین العابدین در یالتا ثروت زیادی به دست آورد و دارای سه فرزند شد اما عشق به وطن و شوق بیدار کردن هموطنانش سبب شد که تابعیت دولت روسیه تزاری را ترک کند و از نو به تابعیت ایران درآید و در ترکیه اقامت کند مرگ او در استانبول در سال 1328 هجری قمری اتفاق افتاد کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ او که در سه جلد و در سالهای 1312 و 1323 هجری چاپ شده است از مشهورترین آثار دوران مشروطه است و در بیداری ایرانیان سهم بسزایی داشته است این رمان به شیوه سفرنامه های آن زمان نوشته شده است انتخاب قالب سفرنامه شاید به این علت بوده است که خوانندگان بر اثر انتشار سفرنامه های ناصر الدین شاه مثلا سفرنامه اروپای او که در سال 1291 چاپ و منتشر شده است با این شیوه نویسندگی بیگانه نبودند و دیگر اینکه سفرنامه نویسی از دیر زمان در ایران معمول بوده است با این تفاوت که در مسال کل المحسنین و سیاحت نامه ابراهیم بیگ نویسندگان به جای سبت عجایب و غرایب از زندگی عادی مردم سخن گفتند جالب است که شروع رمان نویسی به شیوه جدید در اروپا نیز به همین نحو و یا دست کم در همین قالب بوده است مثلا سفرنامه گالیور نوشته جاناتان سویفت و روبنسون کروزوه نوشته دانیل دوفو و غیره تفاوتی که سفرنامه های چون سیاحتنامه ابراهیم بگ با سفرنامه های ناصر شاه دارد یکی این است که در کتاب‌های نظیر سیاحت‌نامه ابراهیم بیک، مسافر در کوچه و بازار و در میان مردم زندگی می‌کند در حالی که نویسنده سفرنامه‌های الدین شاه کسی است که همیشه از بالا تشریفات و مراسم و جشنها و یا غرایب تمدن اروپایی را ثبت می‌کند و دیگر اینکه سیاحت‌نامه ابراهیم بیک تنها یک سفرنامه نیست بلکه قصه‌ای نیز هست که ما را ضمن دیدار از اینجا و آنجا با سرگذشت آدمی آشنا می کند در حالی که در سفرنامه های قبلی هیچ قصه وجود ندارد. جالب است که سیاحتنامه ابراهیم بیگ در خارج از ایران چاپ شده است و مخفیانه میان عدلهای پنبه و غیره به ایران میرسیده و دست به دست میگشته و شاید هر کس برای خودش نسخه از روی آن می نوشته و یا در مجالس و محافل خصوصی خوانده می شده است حاج زین العابدین مراغی در جلد اول و دوم سیاحت نامه نام خود را نمیبرد و تنها در جلد سوم است که نویسنده خود را معرفی می کند. گرچه به نظر میآید که نویسنده به سبب استبداد حکومت وقت حکومت ناصر شاه و بعدا از ترس امین السلطان نام خود را مخفی نگاه می داشته اما حاج زینالابدین خود دلیل دیگری در این باره آورده است که با مضمون کتاب هم توافق دارد حاجز لورابدین می گوید چون در کتاب دم از وطن پرستی زده بودم و خود طبعیت روسیه را داشتم و در نتیجه قولم با فعلم یکی نبود نامم را ذکر نکردم اما اکنون به طبعیت ایران در آمده هم دیگر مانعی وجود ندارم قبل از اینکه به خود کتاب بپردازیم باید به یاد داشته باشیم که کتاب‌های آن دوره دارای هش و زوائد بسیار است به طوری که می‌شود نیمی از سه جلد سیاحت نامه ابراهیم بیک را حذف کرد بی اینکه خللی به داستان وارد آید یا حتی سفرنامه ناقص شود مثلا در جلد سوم نویسنده بی اینکه بگوید شعر است از تمام شاعران مورد علاقش چند بیتی نقل می کند که حسب اینها نه کوچکترین صدمه ای به داستان می زند و نه سفرنامه ناقص می شود حال ببینیم چرا گفته می شود که این سفرنامه در بیداری مردم ایران سهم بسزایی داشته است حتما برای شما هم پیش آمده است که با مشاهده منظره در آینه اتومبیل تعجب کرده باشید و یا با دیدن عکسی از شخص یا مکان آشنایی چیزهای تازه‌ای کشف کرده باشید که در نگاه های عادی از آنها بیخبر بوده اید علت چیست؟ چرا وقتی که از چارچوب پنجره و یا روزنی به جایی یا کسی نگاه می کنیم آن چیز برای ما تازه و جالب می شود. ما در زندگی عادی چیزها را یکجا و با هم می بینیم و تازه اگر نگاهمان را بر چیزی متمرکز کنیم یعنی به دقت چیزی را فقط یک چیز را نگاه کنیم خواه و ناخواه اشیاء دیگری که در کنار و پشت یا پیرامون آن چیز قرار دارند مزاحم تمرکز دید ما می شود. حال اگر منظره ای را از میان چارچوبی و یا در چارچوب آینه نگاه کنیم مسلما بهتر می توانیم با تمام خطوط و زوایای آن منظره آشنا شویم گاهی نویسنده چون این قصدی دارد یعنی با تمرکز دادن نگاه ما روی یک چیز آن چیز برای ما جلوه تازه‌ای پیدا می کند به طوری که انگار قبلا آن را ندیده ایم یا با این دقت آن را نگاه نکرده ایم. اضافه بر اینها چون نویسنده انسان است و نه آینه یا دوربین عکاسی با انتخابی که می کند آنها را برجسته تر و درشت تر نشان می و در نتیجه خواننده پس از نگاه از دریچه ای که نویسنده پیش چشم او گشوده آن شی یا موضوع را بهتر می بیند کجیها و زشتیها و یا زیبایی های آن را بهتر در می و چون از آن زشتی ها بدش می آید از آن پس سعی می کند به نحوی از آن دست بردارد ادبیات دوران مشروطه و بسیاری از کتاب هایی که تا کنون نوشته شده با چنین قصدی پدید آمده و به چاپ رسیده است نکته دیگر این که اشیا و مسائل روزمره از روی آشنایی مکرر با آنها تازگی خود را از دست می دهند. اما وقتی که آنها را در عکسی، فیلمی و یا نوشته می بینیم به سبب زاویهی که عکاس، فیلمساز و یا نویسنده برای نشان دادن انتخاب کرده قبار از روی آن برداشته می شود و ما با چشم دیگری با چشم دوربین و یا چشم نویسنده آن را دوباره و از نو می بینیم. مسلم است که بسیاری از مردم هم اصر حاج زین العابدین نابسامانی های زمان خود را می دیدند. اما بر اثر عادات به آن توجهی نداشتند و همین که آن نابسامانی ها را در کتاب و با چشم دیگری می بینند به وجود آن آگاه می شوند و در صدد تغییر آن برمی‌آیند. و همین جهت است که می گویند حاج زین طالبوف میرزا ملکم خان و ده خدا در انقلاب مشروطه ایران سهم اساسی دارند و از همه مهمتر نویسنده با استفاده از تخیل خود و ایجاد دنیایی که محصول قدرت تخیل او به اضافه واقعیتهای زندگی روزمره است خاننده را از محیط عادی که با آن خو گرفته است جدا می کند و او را در نقطه ای بالاتر از وضع موجود قرار میدهد و از آن نقطه است که خواننده وضع پیشین و دنیایی را که در آن زندگی می کرده نگاه می کند و چون به همان دنیا باز می گردد به کوچه و بازار می رود و به داد و ستد می پردازد دیگر نمی تواند آن محیط را تحمل کند و مسلم است که از آن پس در تحول و تغییر جامعه نقشی به عهده خواهد گرفت ادبیات دوران مشروطه و دوران پس از آن چون این وظیفه ای را بر عهده گرفته و گاه به خوبی به انجام رسانده است خلاصه سیاحتنامه ابراهیم بیک ابراهیم بیک فرزند یکی از تجار ایرانی مقیم مصر است در کودکی با زبان فارسی و علوم جدید زمان آشنا می شود وقتی که به 20 سالگی میرسد پدرش میمیرد و ثروت سرشاری برای ابراهیم بیگ به جا میگذارد ابراهیم بیگ که با عشق به ایران بزرگ شده است چنین میپندارد که ایران یکی از مقتدرترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان است و حاکمان آن نیز عالم و عادل و دلسوز به حال ملک و ملتند و هر که برخلاف این بگوید دروغ گویی بیش نیست و یا بیگان پرستی که از حب الوطن من ال بویی نبرده است گاهی کسانی گوشه از وضع آن روز وطنش را برای او شهر می دهند. اگر گفتار آنان نشان دهنده ناب سامانی ها باشد ابراهیم بی متعصب خشمگین می شود اما اگر در سخنان آنان هرچند آمیخته با دروغ از عظمت ایران و آبادی شهرهایش نکته ای باشد ابراهیم بیگ با بخشیدن پول و گستردن سفره تشویقشان می کند. مدت زمانی ابراهیم بیگ در چنین وضعی به سر می برد اما اندکندک با خواندن روزنامه و گوش دادن به مردمان امین و صدیق در دلش شک و تردید ایجاد می شود تا اینکه تصمیم میگیرد خود به ایران برود و با دیدن آبادانی ایران و عدل حاکمان از شک و تردید برهد برای اینکه درجه تعصب و ایران پرستی ابراهیم بیک را بدانید خوب است به خاطر بسپارید که او هیچگاه نام اسکندریه را بر زمان نمیراند بلکه همیشه با عنوان بندری بر مصر از اسکندریه یاد میکند چرا که اسکندر بود که تخت جمشید را به آتش کشید ابراهیم بیک همراه للش یوسف امو از بندری بر مصر همان اسکندریه به استانبول می رود. از راه روسیه تزاری به مشهد می رسد. از مشهد به تهران و از راه قزوین به تبریز می رود. و سرانجام از طریق جولفا آزم استانبول می شود. در کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک داستان این سفر با زبان ابراهیم بیگ بازگو شده است حال تصور کنید آدمی با چنان تعصب چگونه می توانسته است با آن همه خرابی و زشتی روبرو شود و گرچه یوسف امو سعی می کند که ابراهیم بیگ را از دیدن بسیاری از ماجراها و بی ادالتی ها دور نگه دارد اما سرانجام دیدار چهره حقیقی معشوقش یعنی ایران حال ابراهیم بیگ را چنان دگرگون می کند که در استانبول مریض می شود و چون مرض او شدت می کند او را به مصر میبرند. در تمام مدت بیماری ابراهیم بیگ با چشمان حیرت زده و اشکالوت خیره نگاه می کند و هیچ کلامی بر زبان نمی راند و تنها وقتی که حضار مجلس بر حسب تصادف نامی از معشوقه او ایران میبرند میگوید یا حق یا مدد حکیمی در میابد که عشق به ایران او را به چنین روزی انداخته است و تنها وقتی از بستر بیماری برخواهد خواست که کشور ایران روی رستگاری ببیند و این مقصود با به حکومت رسیدن مزفر شاه حاصل می شود ابراهیم بیگ از بستر بیماری بر می و معشوقه دیگرش محبوبه را به عقد او در می آورد. اما از آنجا که در زمان مزفر شاه هم کاری صورت نمیگیرد و اخباری که از ایران میرسد روز به روز نومید کننده تر است ابراهیم بیک از نو مریض می شود و هر خبر بد هر ناب سامانی تازه وضع او را وخیم تر می کند تا آنگاه که می میرد. جالب این است که هر خواننده به خاطر نجات ابراهیم بیگ و امثال او هم که بوده باشد خود را موظف میداند که به جنگ با نابسامانی ها برخیزد همانطور که در دوران صدر مشروطیت بسیاری از خوانندگان این کتاب برخواستند و ندای حق طلبانه حاج زین العابدین و امثال او را با فداکاری های خود پاسخ گفتند